حکم پنج سال حبس نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی فردا به پایان میرسه پایانی که بسیاری نگرانند که شاید به معنای آزادی نباشد همسر و دختر هفت ساله خانم زاغری کیلومترها این سوتر در بریتانیا چشم انتظارند تا او به آنها بپیوندد اما فعلا همگی نگران کیفرخواستی هستند که پیشتر علیه او تنظیم شده و شاید منجر به افزایش حبس او شود نازنین زاغری در آبان ماه در اولین جلسه دادگاه درباره کیفرخواست جدیدش حاضر شد اما جلسه دوم دادگاه تا کنون برگزار نشده هومن میرقاسمی و جزئیات بیشتر پنج سال حکم زندان نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی یکشنبه شنبه هفته اسفند به پایان میرسد خانواده او نگرانند نازنین آزاد نشود به دلیل اینکه شش ماه قبل از پایان دوره محکومیت او دوباره به دادگاه انقلاب احضار شد برای ابلاغ کیفرخواستی جدید جلسه دادگاه آبان ماه 99 برگزار شد اما پیش از آن که نازنین بتواند دفاعیاتش را ارائه کند دادگاه به جلسه بعدی موکول شد جلسه بعدی که هنوز برگزار نشده نازنین که سال 95 با دخترش گابریلا برای دیدن پدر و مادرش به ایران رفته بود در هنگام بازگشت در فرودگاه امام خمینی از سوی سپاه پاسداران بازداشت شد و به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد او اسفند 98 از زندان اوین به خانه والدینش رفت و از آن زمان با پابند الکترونیک در حبس خانگی به سر میبرد کمی پیش از آن یعنی مهرمان 98 دختر نازنین که در زمان دستگیری مادرش تنها 22 ماه داشت به بریتانیا پیش پدرش ریچارد ردکلیف آمد تا به مدرسه برود این در حالی است که بریتانیا بیش از چهار دهه است 400 میلیون پوند پول پیش پرداخت ایران را که قبل از انقلاب برای خرید تانک های چیفتن تحویل گرفته بود ضبط کرده است و مهرماه 98 روزنامه گاردین در مقاله نوشت جواد ظریف وزیر امور خارجه ای ایران مدعی است بریتانیا به ایران پیشنهاد مبادله نازنین زاغری در قبال این مبلغ را داده و البته نازنین تنها زندانی دو تابعیتی نیست که در ایران بازداشت شده خانواده های احمد رضا جلالی، ایرانی سوئدی، مسعود مصاحب و کامران قادری، ایرانی اتریشی، ناهید تقوی و جمشید شارمهد، ایرانی آلمانی و انوشا آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی که همگی در ایران محبوس هستند در کنار تعدادی دیگر از خانواده زندانیان دو تابعیتی در کارزاری نسبت به برگزاری همایش اقتصادی ایران و اروپا اعتراض کردند همایشی که حدود چهار ماه پیش در در اعتراض به اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به تعویق افتاده بود جدا از شهروندان دو تابعیتی ایرانی اتباع خارجی هم در ایران بازداشت شدند کایلی مور گیلبرت شهروند استرالیایی یکی از آنها بود که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد او همزمان با آزادی سه ایرانی که از هشت سال پیش به دلیل تلاش ناموفق برای حمله به اهداف اسرائیلی در تایلند در زندان بودند آزاد شد و البته نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم ایالات متحده را دارد او به دعوت دولت ایران به تهران رفت تا در نمایشگاه و همایش بین المللی نقشافرینی زنان در توسعه پایدار شرکت کند اما به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شد رژیم ایران به گروگانگیری مثل یه مدل کسب و کار نگاه میکنه دو تابعیتی ها و اطباع خارجی را هدف قرار میدن بعد اونا روانه یه دادگاه ساختگی میکنن بعد یک کسی مثل سلواتی میاد بدون شاهد و وکیل دادگاه برگزار میکنه و بعدش هم رسانایش میکنن سپس این کار رو متوقف میکنن تا قیمت گروگان رو بالا ببرن بعد وارد مرحله تبادل میشن تا به جای گروگان پولی چیزی بگیرن وارد کردن اتهامات امنیتی و صدور احکام زندان برای دو تابعیتی های ایرانی و اتباع کشورهای خارجی که به ایران سفر میکنند نه چیز جدیدی است و نه نادر و مرور این که این افراد چگونه و تحت چه شرایطی آزاد می شوند نشان میدهد جمهوری اسلامی از آنها به عنوان ژتون برای قمار با غرب استفاده می کند. هومن میرقاسمی ایران اینترنشنال